سلام، صابر هستم. دوباره یک صبح زیبای دیگر، دوباره یک روز زیبای دیگر. خدا را حمد و سپاس میگویم از اینکه به من عمر مجدد داد که بتوانم در کنار این طبیعت زیبا در این دنیا با شما باشم. ما هرگز نخواهیم مرد. مرگ معنا نداره. ما تغییر خواهیم کرد، امروز به این شکل، روز دیگر به شکل دیگر. اگر امروز درخت ها و گل ها و طبیعت زیبا رو میبینیم، تمام اینا سرچشمه گرفته از عنصرهای طبیعی انسانی و موجودات دیگره و ما موجودات همه با هم دست به دست دادیم تا بتوانیم طبیعتی رو با هم بسازیم. گلها و درختها، حیوانات، همه و همه، ابر و بارون و هوا، خورشید، اینا همه با هم دیگه دست به دست دادیم تا بتوانیم یک زندگی آرام و بی دردسر و بی دغدغه‌ای رو برای خودمون بسازیم. بسیاری از ماها متاسفانه به جای پرداختن به این زندگی زیبا و لذت بردن از این زندگی زیبا، خود را اسیر و گرفتار مسائل کوچ و بی‌معنا کردن. چه بسیار انسان ها هستن که هر روز صبح نگران اینن که ماشینشون مبادا بهش خطی افتاده باشه، غافلن از این که یه روزی خواهن مرد و خواهن رفت و اون ماشین لابلای دستگاه ها به عنوان ماشین کهنه به درد نخور له و خمیر خواهد شد. بسیاری از ماها نگرانیم که چرا به دیوار خونمون یک میخ کوبیده شد، یا چرا به رنگ دیوار خونمون یک خط افتاد. غافل از این که هزاران هزار خط به سر صورت خودمون میفته. غافل از آن هستیم که موهای سیاهمون به سفید تبدیل میشه. غافل از آن که کمرهای راست قامتمون به کمرهای خمیده، صورتهای بشاش و خندانمون به صورت خموده و به پیری میرسه. ما نگران اونا نیستیم. ما نمیخواییم باور بکنیم که این عمر عجب میگذرد. تا چشم به هم بزنیم این عمر گذشته و دیگه تکراری نیست. ما باید از این چی که در این دنیا میبینیم، از طبیعت، تنها چیزی که ما رو میتونه روح و روانمون رو تسکین ببخشه، آرامش به ما ببخشه، فقط طبیعت هست و بس. شما تصور کن یک معدنچی در عمق معدن ساعتها وقتی که کار میکنه، وقتی که میاد به بالای معدن میرسه به طبیعت، نفسی تازه میکنه، آرامش میگیره. شمایی که تو کارخونه کار میکنید، شمایی که تو ادارات کار میکنید، وقتی که میاید بیرون اون خستگی رو در تنت با فرو بردن اکسیژن تو ریه‌هات و با تنفس عمیق و بلعیدن یک اکسیژن دلنگیز، خستگی رو سعی میکنید از تنتون در کنید. ابر و ماه و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو لقمه نانی به دست آری و به غفلت نخوری. ما از حقیقت زندگی متاسفانه بخش اعظمی از ماها غافلیم. خود رو گرفتار دنیای عجیبی کردیم، این دنیایی که میتوانست برای ما همون بهشتی باشه که در کتاب ها صحبتش بود که هست، منتها دین فروشان و استعمارگران با عوام فریبی و با رخنه به روح و روان انسان‌های
بیسواد جامعه و اونها میباورونن که شما باید حتما برای رسیدن به بهشت چشم از این دنیا ببندید. همش میگن این دنیا فانیه. کجای این دنیا فانیه؟ اگر من رفتم مگه دیگری نیومده؟ کجاش پس فانی شده؟ پس من رفتنیم، دنیا سر جاشه. ما میتونیم دنیا رو زیبا و زیباترش میکنیم، به شرطی که صادقانه باش برخورد، به شرطی که صادقانه باش رفتار. شما تصور کن یک ظهر گرم تابستون رو زیر سایه یک درخت سیب سفره پهن بکنی، سماوری و چای و نهاری و خانواده در کنار تو، صدای دلانگیز موسیقی و تمام شد. این زیبایی بود، نه اینکه به خاطر شکستن یک استکان با فرزند و با همسر خودمون درگیر بشیم، سر صدا را بندازیم، یا با تصادف یک ماشین با ماشینمون فکر کنیم که دنیا به آخر رسیده. دنیای مادی دنیای بسیار بسیار حقیریه. چه بسیار انسان‌ها وقتی که خودشون رو اسیر مادیات کردن، مادیات رو ما میخواییم فقط در حدی که همانند بنزینی که به ماشین زده میشه، ما مادیات رو در این حد میکنیم که بتونه چرخهای زندگی ما رو به چرخش در بیاره. ما شاهدیم این روزا در کشور ما وزرا، رؤسا، کسانی که پیشانی هاشون جای مهر هست که به دروغ هست. جالبه برای من، من خانم هایی رو میشستم در اطراف فامیل که اینا 90 سال، 100 سال، 80 سال عمر دارن و در تمام مدتی که من چشم باز کردم اینا رو همیشه در نماز دیدم. اینا رو پیشونیاشون جا مهر نیست، ولی جوون 27 ساله رو نگاه میکنه رو پیشونی چنان مهری گذاشته که اوه بیا ببین. چرا؟ چون تملق میخواد بکنه. چرا؟ میخواد با اون مردم فریبی بکنه. ما شاهدیم که امروز همون پیشانی داغ شده ها اختلاس های آنچنانی، حقوق های نجومی، همون هایی که جوونی رو میگیرن شلاق میزنن به جرم روزخاری، همون هایی که دخترها رو میگیرن به جرم اینکه روسریتون عقبه، همون هایی که جوان ها رو میبرن در میدان های شهر به دار میآویزن و میگن اینا دزد بودن، اینا اراذل و اوباش بودن. خود اونها رو ما میبینیم 100% اراذل و اوباشن. جوان هایی که صاحب ندارن، جوان هایی که پارتی ندارن، جوان هایی که پول ندارن، اینا رو میگیرن قربانی میکنن که بتونن پست بگیرن، مقام بگیرن. ما میبینیم امروز آدم هایی رو که به خاطر حفظ منافع مادیشون جوانهای ایران و جوانهای افغان و جوانهای دیگر رو پول میدن، مزدورشون میکنن، میبرنشون در سرزمینی به اسم سوریه و اونجا شده قتلگاه این جوانها. که چی؟ که آقایون میخوان به یک درجه برسن. بنده خدا از این درجه ها توی این دنیا خیلی اومده، خیلی رفته. اون چیزی که باقی موندنیه یک روح سالم، یک روح عاشق، یک روح جاودانه، مثل سهراب سپهری، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل فردوسی. این روح های زنده و سالم هستن که می توانن به زنده بودنشون افتخار کنن. هیتلر هم به خیلی هست اراذل و اوباشی که دورش بودن مدال های آنچنانی داد. موسولینی هم به خیلی ها مدال های آنچنانی داد. استالین هم به خیلی ها مدال های آنچنانی داد. در نهایت چی شد؟ در نهایت تسلیم شدن. با نکبت مردم بشر با از اونا یاد میکنن، با نکبت دنیا از اونا یاد میکنه، با نکبت و
خونخوار بودن از اونا یاد میشه. اون درجه ها به درد نخورد. ولی ما وقتی که میبینیم ویلیام شکسپیر، وقتی که میبینیم باخ، وقتی که میبینیم نویسندگان بزرگ تاریخ بشری که آثار اونها جاودانه شده، که در فقر کامل به سر بردن، امروز مردم از اونا به نیکی یاد میکنن. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرد. بیایید با هم دست به دست بدیم، نام نیکو از خود بجا بذاریم. هر اون کاری که از دستمون برمیاد برای حفظ بشریت، برای حفظ امانت‌های الهی کوشا باشیم. اگر یاد گرفتیم به دیگری هم بیاموزیم، مکتب باشیم. هر کدوم ما یک دانش آموز و یک معلم باشیم، از همدیگه یاد بگیریم و به همدیگه بیاموزیم، تا بتوانیم این خلقت عظیم الهی رو که به این زیبایی خلق شده رو حفظ بکنیم. برای خودمون محدوده جغرافیایی قائل نباشیم. اگر در جای زندگی کردیم در اونجا به ما جفا شده، به ما بیوفایی شده، یا تشخیص دادیم به هر دلیلی اونجا نتونیم زندگی بکنیم، اگر مهاجرت کردیم به منطقه دیگه، به سرزمین دیگه، به جای دیگه، در همونجا شروع کنیم. اونجا رو اگر اونجا به ما پناه داده شده، ما هم به اون سرزمین وفادار باشیم، آباد کنیم، نیاییم اونجا رو تخریب بکنیم به شکل سرزمین های خودمون. ما متاسفانه امروز در اروپا و آمریکا شاهدیم، میبینیم افراطیون مذهبی خودشون از سرزمین های خودشون به خاطر افراطگرایی ها، به خاطر قتل عام های قومی و قبیله‌ای میگریزن و پناه میارن به این سرزمین ها و وقتی که در اینجا آرامش میگیرن، تازه اینجا به یادشون میفته که اینجا را هم باید به همون شکل بدبخت و تحقیر و جنگ و دشمنی و کینه و کدورت درش به وجود بیارن. ما میبینیم متاسفانه کسانی که فرزندانشون حتی اینجا متولد شدن، دست به اسلحه میبرن و شروع میکنن به قتل عام مردمانی که به اونا پناه دادن. و حال اینکه ماها مهمان این ملت هستیم، میزبانان مهربان، میزبانان با شرف، میزبانانی که ماها رو بدون اینکه بشناسن، بدون اینکه بدونن ما کی هستیم، به ما جا دادن، شغل دادن، پناه دادن. بسیاری از اینها به ما دختر میدن که ازدواج کنیم باهاشون، به ما پسر میدن که باهاشون ازدواج کنیم. دخترانمون رو به عروسی خودشون در میارن و پسرانشون رو به دامادی ما در میارن. اینقدر این انسان ها با معرفت و با وجدان هستن. بگذاریم در سیستم حاکمیتاشون اگر که هست خیانت های علیه جهان سوم میشه، که میکنن، دلیلش هم اینه که ما پذیرشون خیانت هستیم. اگر ما پذیرشش نباشیم، اینا جرئت نمیکنن این کارو بکنن. ما خودمون ذهن جنگ طلبی داریم، ما خودمون ذهن آشفته ای داریم. شما تصور کن میلیاردها مسلمان در کره زمین هست، سر یک مسئله بسیار کوچک که اصلا به نظر نمیاد، یک مسئله عید فطره، ما نتونستیم بعد از 1400 سال با هم به توافق رسیم. یه گروه همون سه شنبه عید فطر میگیریم، یه گروه همون چهارشنبه میگیریم، یه گروه همون یه روز زودتر روزه میگیریم، یه گروه همون یه روز دیرتر. با وجود این تکنولوژی، با وجود این تکامل که میشود تخمین زد ماه در چه سالی، در 30 سال آینده در کجا ظاهر خواهد شد و چگونه خواهد بود، ما چطور نمیخواییم از این جهل و از این عوام فریبی و از این ریا دست بکشیم که به بهونه این که ما هنوز ماه رو دیدیم و ندیدیم، مردمی رو اعتقادش رو به بازی میگیرن و این مردم هستن که دوست دارن اعتقادشون به بازی گرفته بشه که میپذیرن این حرف. بگذاریم، امروز
میخوام راجع به گوجه فرنگی که میکاریم و برداشت میکنیم و کاشتن مهم نیست، نگه داشتن مهمه. نحوه نگهداری گوجه فرنگی بعد از کاشت مهمه. یه عده زیادی سعی میکنن بذر گوجه فرنگی رو از این سر دنیا بخرن تا برن تا اون سر دنیا، میرن توی مغازه ها تو فروشگاه ها که آقا به ما بذر گوجه فرنگی بده. این بذرهای گوجه فرنگی رو خیلی سالها نگه داشتن، کهنه شده، اصلا دیگه قابلیت رشد ندارن. بهترین بذر گوجه فرنگی برای شماهایی که دوست دارید گوجه فرنگی و حتی خیار رو و حتی هندوانه و خربوزه و طالبی رو و حتی بادمجون و کدو رو اگر دوست دارید که اینا رو پرورش بدید، اصلا نیازی به این نیستش که پاشید برید از این سر دنیا تا اون سر دنیا، از این کشور به اون کشور پیغام بفرستید و برای من بذر اینا رو بفرستید. نه، احتیاجی نیست. شما یک گوجه فرنگی رسیده خوب درشت رو قبل از رسیدن پاییز زمین رو بشکافید به اندازه یک فوت، نه کمتر، که سرمای زمستون روش کارساز نباشه. اون گوجه فرنگی رو قارچ کنید، به چند قسمت تبدیل بکنید و درون اون خاک دفنش بکنید. همین کار رو با خیار بکنید، همین کار رو با توفاله های و پسمونده های سالاد هایی که درست میکنید یا هندونه هایی که میخورید، پوست هندونه، مواد هندونه و خربوزه و طالبی و گرمک و تمام اینا. اینا رو احتیاج نیست که شما یه هندونه رو بردار بکنید توی خاک، همون هندونه که دارید میخورید هسته هاش رو با پوست و با مخلفاتش که هرچی باقی مونده همه اینا رو زمین رو گود بکنید به اندازه یک فوت، کمتر نه. اینا رو قبل از رسیدن پاییز، یعنی در همین فصل تابستون الان، اینا رو همه رو دفن بکنید در دل زمین و بگذارید که بمونه تا بهار آینده. بهار آینده خودتون شاهد خواهید بود که ده ها شاید بذر از اونجا بیرون بیاد و وقتی که این بذرها به وجود اومدن، اون وقت زمین رو با آرامش بشکافید و این بذرها رو میتونید دسته دسته یا دونه دونه منتقل بکنید به جاهایی که قرار این کار انجام بشه. من خودم همیشه با کاشت گوجه و خیار و خربوزه و طالبینا اصولا برای اینکه تازه باشه، چون اینا رو وقتی نگه میدارن ما نمیدونیم توی این عطاریا یا توی فروشگاه هایی که اینا رو میفروشن چند وقت مونده، چجوری نگه داشتن، شرایط نگهداری چی بوده. خیلی ها دارای کپک هم ما تشخیص نمیدیم، خیلی ها خوب شده مغزشون از بین رفته ما اینا تشخیص نمیدیم و اون وقتی که میاریم میکاریم و نتیجه حاصل نمیشه. ولی اگر ما اینا رو از همین الان این کار بکنیم، عرض میکنم رسیدش نه کارش، حسابی رسیده باشه. حتی اگر ببینید یک مقدار سفته گوجه و خیار، میتونید اونا رو بذارید پشت شیشه پنجره، آفتاب ببینه یه چند روزی که گذشت، حسابی که سرخ شد و نرم شد، یعنی به حدی نرم باشه وقتی که دست میزنیم انگشتمون روش لمس بشه، حالت فنریه، اونا رو بیاریم در باغچه هامون دفن بکنیم، جاش رو مشخص بکنیم که یه وقت اشتباهاً اونا رو اون منطقه رو بیل نزنیم و زمانی که اینا به حالت نشا در اومدن که گوجه فرنگی باید نشا بشه، اصولاً حتی هندونه و طالبی رو ما میتونیم جا به جا بکنیم، خیلی ساده است. خیار و گوجه فرنگی و اینا، کدو و بادمجون اینا رو ما میتونیم بعد از اینکه توی زمین سبز شد جا به جا کنیم در همون زمانی که دیگه بارندگی های زمستونی تموم شده، رفتیم توی بهار و یک هوای دلانگیز بهاری حاکم بشه. بعد عرضم به شما این است که برای اینکه ما بتونیم گوجه فرنگی ها و خیار ها رو وقتی که هوا گرم میشه و بارندگی میشه در هوای گرم یا خودتون آبیاری میکنید، این خیار ها و گوجه فرنگی ها بعضی هاشون دوروبرشون کپک به وجود میاد، برگ ها با حالت سفید در میاد. بهتره که ما این اسپری رو ازش استفاده بکنیم، براند اسپکترم برای لندسکیپین اند گاردن فانکسایت.
به عنوان فانکی ساید از این استفاده میکنیم و اگر این رو باید حتما حتما به مقداری استفاده بکنیم که به ما ثابت بشه که ضرری نمیرسونه. ببینید اینو دقت بکنید، این رو یک استکانش رو در یک گالون آب مخلوط میکنیم و اسپری میکنیم از زیر گوجه فرنگی و خیار تا به بالا، که الان بهتون نشون میدم چجوری اسپری کنیم. ببینید Good morning. How are you? Oh, I think I hit a tornado here. Yes. Congratulations. No, tornado. Yes, I know. Did you get damage over there? Yes. ببینید الان این گوجه فرنگی ها رو اینجا از پایین که من بهتون نشون بدم، ببینید پایین از روی زمین، این ساقش باید همینجوری دور و برش خالی باشه. ببینید اون یکی هم باید به این شکل دور و برش باید خالی باشه که حیوانات، خرگوش اینا نتونن بیان پایین شروع کنن بجویدن، و اینو به این ترتیب همه اینا رو میاریم بالا به این شکل میکشیم بالای. حالا اینا کلن اگر دقت بکنید میبینید که تمام این بوته های گوجه فرنگی رو دورورش رو باید به این شکل خالی کرد، به این شکل بکشیمش بالا که از زمین اینا آفت نگیرن و دورور اینا کاملا آفتاب ببینه، هوا ببینه، یه وقت نباشه که مثلا اینا رو زمین بیفته، یه طرفش سفیدی بزنه، یه طرفش کپک بزنه، یه طرفش زرد بشه. اینا رو به همین شکل دقت کنیم، وقتی که میبینیم گوجه فرنگی به حالتی که کپک اگر روش زده بشه یک مقدار دیگه سخته، قبل از اینکه به بیماری مبتلا بشه باید ما به دادش برسیم. الان اگر این بوته ها رو نگاه بکنیم هیچ گونه آفتی در وجود اینا نیست، با اینکه اگر ببینید این نقطه صفرشه، میاییم بالا ببینید به همین ترتیب بلند بلند اومده بالا تا برسه به جای دلخواهی که ما میخواییم. ببینید این ارتفاع بالاشه، ببینید اینا رو قشنگ باید با حوصله ببندید، هر چقدر بیشتر حوصله به خرج بدید راجع به این بوته‌های گوجه فرنگی و خیار بیشتر خودمون سود خواهیم بود. به همین جور ببینید بادمجونا باید مرتب چیده بشه، بغل هم بغل هم ردیف کاری کنید. ببینید پشت گوجه فرنگی، این جلو بادمجون، این پهلو کدو، ببینید و اینجا مجدد خیارها. ببینید خیارها رو ببینید از نقطه صفر که شروع بکنیم میاد تا بالا، ببینید همینجور به ترتیب باید اینا رو با حوصله تمام ببندیم که مبادا اینا رو اگر قفلت بکنیم. الان ببینید مثلا این خیار رو وقتی که به این شکل میبندیم ببینید الان طوریه که باید از زیر این داربسته این خیار رد بشیم، یعنی این زیر داربسته خیار به این حالت تونلوار باید از زیرش بشه رد شد. این بوتر اگر روی زمین بخوابونیم هیچ سودی برای ما نداره، تمام اینا شروع میکنه به کپک زدن. ببینید تمام اینا رو باید همینجوری خیارها آویزون باشه، کدو رو ببینید الان مثلا می تعداد کدوهایی که اینجا الان میبینیم اینجا گلدهیش عالیه، فقط به فقط برای اینه که به وقت سمپاشی بشه، به وقت به اینا کوددهی بشه. هر کدوم این کارهایی که ما میخواییم بکنیم باید با حوصله باشه.
اگر دیدید روی برگای گوجه فرنگیتون دونه‌های سیاه اومده، بدونید که قارچ تولید شده. اگه دیدید کپک سفید رنگی، اونم تولید کپک. تمام اینا در واقع بسیار بسیار خطرناک میشه. اینجا رو حیوانات دیشب اومدن اینا رو خوابوندنشون، تفلک ها رو. حالا باید اینا رو رسیدگی بکنیم بهشون. ببینید به همین شکل اینا رو کاملا باید مراقبت کرد. به این شکل وقتی که اینا تو ارتفاع هستن کمتر آفت به اینا میزنه، ولی وقتی که رو زمین هستن بیشتر آفت به اینا میخوره. حالا میخوام سمپاشیش رو بهتون تقدیم بکنم که چجوری سمپاشی بکنیم. بله، شروع میکنیم به این شکل سمپاشی رو از پایین تا بالای زیرا رو، نه اینکه بخوایم فقط رو. ببینید زیر، این زیراست که قارچ موندگار میشه. ببینید الان هوا شرجی بوده، دیشب برگای حالت خیسی هم داره. توی اینجور شرایط اتفاقا باید سمپاشی کرد، به شرط که بدونیم که بارندگی نیست. اینجوری قشنگ با حوصله از زیر شروع کنیم به سمپاشی کردن، نه از رو. از رو که سمپاشی میکنید هیچ فایده نداره، این چتر میمونه. شما وقتی چتر رو دست گرفتید، بارون که میاد رو سرتون که میگیرید، روی چتر خیس میشه، زیر چتر هیچ وقت خیس نمیشه. و این حشرات و این قارچ ها و این کپک ها میرن از زیر برگ ها شروع میکنن به روش کردن. ببینید اینا رو هر زمانی که احساس کردید که هوا دم داره، هوا شرجی شده، هوا به شدت بارندگی داشته، اونو روزای بعدش که هوا خوب شدی، خود آروم شدی، خودم خنک بود، در هوای گرم هرگز سمپاشی نکنید. در صبح زود سمپاشی بکنید، همیشه ساعت‌های 11 تا ساعت 4 هیچ وقت سمپاشی نکنید. شبام اصلا سمپاشی نکنید، فقط تو این ساعت بهترین زمانه برای سمپاشی کردن. اینا رو با حوصله باید وقتی که ببینید بوته، وقتی که اینجوری رو ارتفاع قرار میگیره، ما میتونیم کاملا سمپاشی بکنیم. حالا اگر این بوته رو زمین افتاده باشه، شما به هیچ عنوان نمیتونین رو سمپاشی بکنی، زیرش رو فقط روش رو داری سمپاشی میکنی. پس بنابراین سعی بکنیم بوته های گوجه فرنگیمون رو که معروف هم هست به گوجه درختی، حالا یه عده میگن گوجه درختی، حالا اسمشو گذاشتن دیگه، ولی خب گوجه درختی ما نداریم، همین گوجه فرنگی معمولیه. ببینید اینا هم که الان این پایین هستن، اینا همون شوتایی بوده که از تنه اینا ما بریدیم. اینا رو ما میزنیم رو زمین، دوباره خودش سبز میشه میاد بالا. قیچی نکنیم بریزین دور شوتاشونو. ببین به همین حالت کاملا با حوصله زیر و روشونو از زیر شروع کنید به سمپاشی کردن تا به بالا. ببینید با حوصله کامل روی گوجه ها رو، زیر برگ ها رو به این شکل کاملا. وقتی که این گوجه ها اینجوری بسته میشه به داربست میاد بالا، خوبیش به اینه که چون هوا از چهار طرف بهش میخوره،